با سلام به بینندگان کانال جدید من سانز سینای به همراه همکارم بهنام پارسا این برنامه از نگاه روز رو تقدیم حضورتون میکنیم موضوع برنامه امروز ما موشک پرانی پاسداران به پایگاه آمریکا در عراق هستش شب گذشته سپاه پاسداران اعلام کرد که پایگاه عین الاسد در استان الانبار عراق را با موشک مورد حمله قرار داده در رابطه با این حمله و عواقب اون با مهمان برنامه امروزمون کازمه نیکخا به گفتگو میشنیم سلام به برنامه ما خوش اومدید درود به شما و همکارانتون و همینطور بینندگان عزیز خیلی ممنون اگه ممکن بر بینندگان ما توضیح بدین که شما یه حمله پاسداران به پایگاه ارتش آمریکا در عراق و چگونه ارزیابی میکنید برای ببینید هنوز نتایج و عواقب این حمله اعلام نشده از جانب دولت آمریکا یا ارتش آمریکا ولی تو همینجا میشه امید که مثلا اونطور که جمهوری اسلامی تبلیغ می کرد که ضربه کاری و فلانی خواهد زد در اون ستو نیست و قابل مقایسه با ضربه ای که جمهوری اسلامی خورد یعنی قتل قاسم سلیمانی و سران هشت و شعبی و نمیدونم و غیرو اصلا قابل مقایسه با اونا نیست یک حمله ای از یکی از پایگاه های اراغل اشاره کنم که ارتش عراق گفته که به یک پایگاه در اربیل هم در استان اربیل در عراق هم حمله شده ولی تلفات ارتش عراق که یه بخشش تو همین پایگاه هست گفته که تلفاتی به ارتش عراق وارد نشده و اون که وضعیت ارتش آمریکا چگونه است رو خودشون اعلام میکنن که تا حالا چیزی اعلام نشده به حال به نظر میاد که جمهوری اسلامی بیشتر یه حمله تبلیغاتی یه یعنی سعی کرده بکنه که نظام بتونه پولهوشش تبلیغات را بندازه رجزقانی کنه که اونها زدن ما نمیدونم چندین موشک به پایگاه زدیم و غیره و بیشتر جنبه تبلیغاتی داره تا اهمیت نظامی آنچنانی که جمهوری اسلامی به اصطلاح تیم تهدیدش رو کرده بود و مطرح کرده بود و اینا تا اینجا اینطور به نظر میاد ادامه ی این کشاکش به کجا میتونه برسه به نظر شما یا یه جنگ گسترده میان با یک جنگ گسترده میان آمریکا و ایران مواجه هستیم ببینید کشاکش نظامی یا درگیری های نظامی به کجا برسه قابل پیش بینی نیست چون خیلی روشنه که جمهوری اسلامی داره با آتش بازی میکنه و این رو ما بارا گفتیم چون سیاست دولت آمریکا دولت ترامپ اینکه وارد جنگ گسترده بشه نیست سیاست جمهوری اسلامی هم و توان و امکاناتش هم در حدی که وارد جنگ گسترده ای با آمریکا بشه نیست و اگر چنین جنگی به فرض صورت بگیره نتیجهش قطعا سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد بود چون روشنه که توان نظامی جمهوری اسلامی به پای توان نظامی آمریکا نمیرسه اما هم همطور که گفتم سیاست اینها نه جمهوری اسلامی نه دولت آمریکا سیاستشون وارد شدن به جنگ گسترده نیست ولی خطرات اینکه این جنگ این کشاکش این تخاصم گسترده تر بشه یه جایی به اصطلاح ابعاد وسیع پیدا کنه غیر ممکن نیست غیر محتمل نیست و این خطر وجود داره و این درگیری ها اگر صورت بگیره هم جمهوری اسلامی به اصطلاح آیندهش و سرنوشتش و اینها به خطر میفته از سرانش تا بقیهشان همطور که یک نمونهش نابود شدن قاسم سلیمانی یکی از مورای بالای جمهوری اسلامی بود و بقیه سران هشت و شعبی و غیرو میتونه سران دیگر جمهوری اسلامی هم نابود بشن تو عملات متقابل جمهوری اسلامی جهر آمریکا همین الان هم اینکه دولت آمریکا یا ارتش آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی در مقابل همین حمله موشکی جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران چه عکس عملی نشون بده روشن نیست ممکنه اونها هم اصطلاح حملات موشکی یا بمباران اینجا اونجا یا با هواپیماهای های پهپاد و غیرو به جای حمله کنن و ضربات محکمتری به جمهوری اسلامی بزنن این وضعیت برای وضعیت خطرناکه که در این حال خب درگیری نظامیه و میتونه زندگی مردم رو هم به خطر بندازه این شاکش های نظامی چه تاثیراتی بر مبارزات و اعتراضات مردم ایران و عراق علیه حکومت اسلامی و دستجات اسلامی خواهد داشت؟ همین الان اثرات منفی داشته یعنی تا همین چند روزه ما شاهد این هستیم که مدار فضای تو عراق که در حال انقلاب برای سرنگونی و سرنگونی دولت قومی مذهبی بود و اخراج جمهوری اسلامی یه مقداری عقب رفت تحت تاثیر قرار گرفت تو ایران هم جمهوری اسلامی سعی کرد از این استفاده کنه برای اینکه نیروکشی کنه تو خیابون ها کاروان های ها رو ها راه انداختن به اصطلاح ساندیس خوراشون آوردن تو خیابون و صدا هزار نفر از نیروهاشون بالاخره این ورانور جمع کردن که بگن که مردم علیه جمهوری اسلامی نیستن و مردم رفتن پشت سر جمهوری اسلامی که به طور واقعی اینا مردم نیستن و مردم نبودن مردم حرفشون رو زدن تو آبان تو دیما حرفشون مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر دیکتاتور بوده ولی به هر حال این اعتراضات تاثیر منفی مکوتا مدتی رو اعتراضات خواهد گذاشت ولی مردم عمیقا و شدیدن علیه جمهوری اسلامی هستند به دلایل زیادی از نظر اقتصادی از نظر سرکوب از نظر تبعیضات مذهبی ارتجاع و قبندگی، همه اینها رو مردم علیهش هستند و در نتیجه هیچ نوع تبلیغات و تحرکات اینچنینی نمیتونه جنبش سرنگونی رو که جنبش گسترده در ایران هست رو عقب برونه و عقب بزنه و ساکت بکنه آیا نیروهای به عنوان آخرین سوالی که از شما آیا نیروهای دیگه مثل اسرائیل و عربستان و یا حزب الله لبنان و غیره وارد این تخاصم خواهند شد بستگی دارد تا چقدر تا کجا ادامه پیدا کنه اگر عباد وسیع بخواد پیدا کنه حتما اون بر اسرائیل ممکنه مناطقی از ایران رو مورد حمله قرار بده یا تو لبنان تو سوریه پایگاه های جمهوری اسلامی و پایگاه های حزب و وابستگان جمهوری اسلامی است ممکنه عملات شدیدی به اونها بکنه جمهوری اسلامی سعی میکنه از جنگ های نیابتی از نیروهای مزدور برای ضربه زدن به اهداف آمریکایی حمله استفاده کنه و برحال اینا جنبه های بسیار محتمل اوضاع است و همطور که گفتم خطر این که این کشاکش و وسیعتری پیدا کنه و هم تو عراق هم تو ایران به ایران هم کشیده بشه چون الان نکته ای که فراموش کردم بگم اینه که دولت آمریکا اعلام کرده که این حملات از خاک ایران صورت گرفته به, به پایگاه آمریکایی و این خودش معناش اینه که پایگاه های ارتش آمریکا پایگاه های جمهوری اسلامی در ایران رو ممکنه به احتمال زیاد مورد حمله قرار بده و تاثیرات اون میتونه بسیار ضربات مهلکتری به جمهوری اسلامی باشه امیدوار باشیم که این ضربات دامن مردم رو نگیره چون همه این کشاکشا کشا میتونه مثلا ضرباتی به مردم هم وارد کنه قربانیان از مردم بگیره تلفات از مردم بگیره این کشاکش کلا کشاکش نیروهای ارتجایی است بسیار مردم و مردم خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و خودشون رو تو این کشاکش نمیبینن یا اصطلاح این رو جزی از ربطی به زندگی خودشون نمیبینن جمهوری اسلامی باید از اون جامعه جارو بشه توسط مردم انقلاب مردم مبارزه مردم و اعتصابات و اعتراض و قیام مردم به این روند هست که نتیجهش میتونه کل بحران نظامی خطرات کشاکش و تخاصم نظامی و اینها رو تموم کنه و جامعه رو به آرامش و رفاه و شادی برسونه خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتین روزتون خوش تشکر میکنم از شما از اینکه ما رو تا پایان برنامه همراهی کردین سپاسگزاریم امیدواریم این برنامه مورد پسندتون واقع شده باشه تا نگاهی روز دیگر برایتان اوقات خوشی رو آرزو مندیم